در روزهای گذشته و پس از پرتاب ماهواره خیام که در واقع یک ماهواره سنجش از راه دور و از مدل کاناپوسفی ساخت روسیه است، مقامات رژیم اسلامی که از شدت شکست‌های متعدد در زمینه‌های مختلف دچار افسردگی شده بودند، کمی سر شوق آمدند و شروع به تبریک گفتن به یکدیگر کردند. در ابتدا علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، در صفحه توییترش ماهواره خیام را ایرانی خواند و با اشاره به پرتاب آن از سوی روسیه نوشت: فضا در تسخیر دانش ایرانی. در پی آن خبرگزاری دولتی ایرنا هم نوشت: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بومی خیام و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه مورد توجه رسانه‌های عربی منطقه و بین الملل قرار گرفت. پس از این ولایی‌ها هم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رژیم با تبلیغات پررنگ این ماهواره را ایرانی نامیدند و آن را مایه افتخار دانستند. اما تنها یک روز پس از شلیک این ماهواره، سفارت روسیه در تهران در یک پست اینستاگرامی واقعیت این پرتاب را مشخص کرد. سفارت روسیه در تهران در متنی که در صفحه اینستاگرام خود نوشته است، توضیح داده که یوری بوریسوف، مدیر کل شرکت دولتی فضایی روسیه، روسکازموز، با هیئتی از جمهوری اسلامی به ریاست عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رژیم، درباره پرتاب این ماهواره به فضا صحبت کرده است. سفارت روسیه میگوید: ماهواره سنجش از دور خیام توسط شرکت‌های روسی به سفارش طرف ایرانی ساخته شده است. سپس به ناچار رئیس سازمان فضایی رژیم تایید کرد که ماهواره خیام ساخت روسیه است. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی رژیم، در یک نشست خبری تایید کرد که ماهواره خیام توسط روسیه ساخته شده، اما افزود متخصصان ایرانی بر روند ساخت این ماهواره نظارت کرده اند. سالاریه در توضیحات روز چهارشنبه گفت که ایده ساخت این ماهواره متعلق به ایران است و برای ساخت آن نیز حدود 40 میلیون دلار هزینه برآورد شده است. ادعای ایده این ماهواره از طرف سالاریه در حالی است که این مدل از ماهواره در لیست فروش شرکت روسکازموز قرار دارد و روسیه همواره در سالهای گذشته به دنبال مشتری برای این مدل از ماهواره بوده است و پرتاب‌های متعددی از این ماهواره را در سالهای گذشته انجام داده است. در همین حال، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رژیم نیز روز چهارشنبه 19 مرداد به طور غیر مستقیم مداخله روسیه در ساخت آن را تایید کرد و گفت: خط تولید مشترک ماهواره خیام را با کشور روسیه راه اندازی خواهیم کرد. او در حاشیه جلسه هیئت دولت ادامه داد: برای پرتاب ماهواره خیام بیش از 400 ساعت جلسات با طرف روسی برگزار شد. به نظر می رسد که مقامات ورشکسته رژیم برگزاری جلسه با طرف روس برای پرداخت 40 میلیون دلار از دارایی‌های مردم ایران را کارشناسی موشکی و فضایی محسوب می‌کنند. با این حال ابراهیم رئیسی هم با وجود آنکه روسیه اعلام کرد ماهواره خیام را ساخته است، در جلسه هیئت دولت از متخصصان ایرانی این پروژه قدردانی کرد و قرار گرفتن آن در مدار، دریافت پیام، کنترل و مدیریت داده به دست آنها را افتخارآمیز خواند. حال اینجاست که تمامی این مراحل که ابراهیم رئیسی از آنها تشکر کرده و آنها را افتخارآمیز خوانده، ممکن است پس از 4 ماه
از طرف روس‌ها به طرف ایرانی واگذار گردد و هنوز هیچ یک از این مراحل انجام نشده است. چند تای رژیم اسلامی به خصوص ابراهیم رئیسی به قدری خالی از موفقیت است که فقط از حضور دلالان و ماموران سپاه در روسیه برای خرید یک ماهواره نظارتی تشکر می کند و آن را افتخارآمیز می خواند. گرچه خوشحالی و افتخارات ولایت مداران در بدنه رژیم یک شبه به پایان رسید، اما این ماهواره به واقع توانایی عکس برداری دقیق از نقاط مختلف جهان را دارد و این به خودی خود توان رژیم اسلامی را در اقدامات مخرب و تروریستی افزایش می‌دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری دولتی آناتولی در ترکیه گفته که آمریکا از اقدام روسیه در پرتاب یک ماهواره با قابلیت چشمگیر جاسوسی از جانب ایران آگاه است. او در پاسخ مکتوب خود به این خبرگزاری ترکیه ادامه داد که تعمیق اتحاد روسیه با رژیم ایران چیزی است که کل جهان باید به آن به عنوان یک تهدید عمیق نگاه کنند. همچنین مقامات اسرائیلی در این زمینه ابراز نگرانی کردند. کانال 11 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد مقامات این کشور پس از همکاری ایران و روسیه در زمینه ارسال ماهواره خیام به فضا بسیار از این همکاری نگرانند. دیپلمات‌های غربی در این زمینه به کانال 11 اسرائیل گفتند که اگر غرب ببیند که جمهوری اسلامی به شکل فعال در جنگ اوکراین به روسیه کمک می کند، این موضوع برای رژیم ایران هزینه خواهد داشت. گفتنی است که ماهواره خیام و در واقع ماهواره روسیه کاناپوسوی ماهواره مختص جاسوسی نیست، اما تجهیزات تصویر برداری آن این امکان را به کنترل کننده می دهد که در مقیاسی نسبتاً پایین تر از ماهواره های پیشرفته جاسوسی از آن برای جاسوسی استفاده کنند.